دوستدار هستم و میخوایم که کاملا یک بحث اسلامی در رابطه با عفو و بخشش از محترم دکتر صاحب تمیم مدثر استاد پوانتون داشته باشم. صبحتان بخیر، خوش آمدید استاد. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و بینندگان نهاد گرامی. ممنونتان جناب استاد. عفو و بخشش از موضوعات بسیار مهم هستند که میخوایم شما روی آن تفسیر داشته باشید. بین بحث را از قرآن و احادیث شروع بکنیم که احادیث منجی رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن عظیم و شان در رابطه با عفو و بخشش چه ارشاداتی برای ما دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله ما در قرآن کریم بسیار زیبا می فرماید که و جزاء سیئت سیئت مثلها، یعنی پاداش بدی بدی هست، اما فمن عفا و اصلها فاجره علی الله. کسی که عفا بکنه و صلح بکنه، گذشت بکنه، اجر از او نزد الله متعال هست. ببینین وقتی که اجر نزد الله بوده باشه، اجر به حساب هست. الله طرفدار عفو است، خوزل عفو. الله میگه شما عفو بخشش بگیرین. و زمانی که الله ما ویژگی های مؤمن واقعی را بیان میکنه، یکی از صفاتش میفرمایه که عفو بخشش است. والکاظمین الغیظ، کسایی که خشم خود را فرو میبرن. تحت از این آیه مبارکه داستان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ذکر میشه که حضرت عمر صاحب یک خادم داشت، همیشه خدمتش هم میکرد. روزی خادم بالای دست حضرت عمر صاحب آب میریخت، امی کوزه پایین افتاد. حضرت عمر خشمگین شد، فورا خادم امی آیه را خواند که الله میگه والکاظمین الغیظ. یکی از ویژگی های مسلمان ها امی است که خشم خدا باید چی کنن؟ فرو ببرن و عفو بکنن. حضرت عمر رضی الله تعالی خادم رها کرد که واقعا تو مرا متوجه به آیات قرآن ساختیم. درست. در این رابطه ما البته احادیث رسول ما صلی الله علیه وسلم هم داریم. امام بیهقی رحمه الله در شعب الایمان حدیث را روایت میکنه از رسول ما صلی الله علیه وسلم که حضرت ابی هریره راوی هست، میگه حضرت موسی علیه السلام دعا کرد. بله. اینطور دعا کرد که یا رب من اعز عبدک عندک، ای پروردگار کدام بنده نزد تو با عزت است؟ من اعز عبدک عندک. الله متعال قال گفت به موسی علیه السلام من اقدر غفره، کسی که قادر باشه که ظلم بکنه، تعدی بکنه، مردم جور بده، اما غفره چی کنه؟ مغفرت بکنه، عفو بکنه، بخشش بکنه. شما ببینین که رسول ما صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان بود، زیاد بخششگر بود. یکی از بحثایی که در سیرت نبی مطرح هست، کسی بود به نام وحشی. وحشی کسی بود که با تیر کمانش حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه را به شهادت رسان، کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، و در حقش تعدی کرد. اما زمانی که وحشی مسلمان شد، ایمان آورد، رسول ما صلی الله علیه وسلم فرمود که فقط یک میاد پیشوری من نبیا کمو حادثه در ذهن من بیا. در غیر از او پیغمبر ازش قصد نگرفت، گذاشتش و او را بخشش کرد. جناب استاد بفرمایید کوتاه. در رابطه با ابو سفیان، زمانی که الله متعال فتح مکه را نصیب مسلمان ها کرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با صحابه وارد مکه مکرمه شد، اولین سخنی که پیغمبر زد اذهبوا و انتم الطلقاء بود. ابو سفیان کسی بود که سالهای متمادی رسول ما صلی الله علیه وسلم را اذیت کرد، آزار داد، مانی دعوتش شد، اما خانیش را خانه امن اعلان کرد و گفت برین امروز چی هستین؟ مورد عفو الله قرار گرفتین. همچنان حدیث داریم از امام ترمذی رحمه الله که اونا حدیث را روایت میکنن که رسول ما صلی الله علیه وسلم نشسته بود که جا رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم، یک کس آمد پیش پیغمبر خدا سوال کرد، گفت که کم اعفو عن الخادم، گفت ما چقدر امی کارهای کسی که خدمت ما را میکنه بخششش بکنیم. پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم که مهربان بود فرمود که کل یوم 70 مره، هر روز اگر 70 بار خطا کرد ببخشش. درست. 70 بار خطا کرد
او را ببخش. اتر معنا میده که وقتی زیر دست ما کسی بوده باشه، ما باید اگر کدام اشتباه میکنه ازش لغزش میشه، باید او را عفو بکنیم. ولو که به سطح رهبری باشه، به سطح مکتب باشه، به سطح کسب و کارا بوده باشه، من حیث یک مسلمان باید عفو بخشش داشته باشیم. همچنان امام احمد رحمه الله حدیث را روایت میکنه که یکی از روزها رسول ما صلی الله علیه و سلم با صحابه نشسته بود، حضرت ابوبکر صدیق هم بود. شتم ابوبکر، ان رجلا شتم ابوبکر، یک مرد حضرت ابوبکر دو میزد، دشنام تحقیر میکرد. ابوبکر نشسته بود، خاموش بود، تا اینکه حضرت ابوبکر استاد شد و از خود دفاع کرد. پیغمبر خدا در این وقتی که ابوبکر استاد شد دفاع کرد، مجلس ترکت برآمد. حضرت ابوبکر صاحب پیشش رفت که یعنی چرا مجلس ترک کردی؟ گفت تا زمانی که تو خاموش بودی ملائک پاسخ میداد امو دشنام کسی که ابوبکر دشنام میداد، اما زمانی که تو از خود دفاع کردی شیطان وارد معرکه شد. یعنی از این حدیث تو شما برداشت میکنیم که مسلمان باید گذشت داشته باشه، ولو که بر سطح بوده باشه، باید زود عصبانی نشه، خشم نشه. خشم خدا باید مسلمان چی کنه؟ فرو ببره. گاهی انسان مورد انتقاد قرار میگیره، در هر سطح انسان بوده باشه، ولو که به سطح امکان داره پروفسور یک انسان باشه، دقیقاً. اما باید عفو بکنه. جناب استاد، چیزی که در قرآن و حدیث ثابت شده باشه و موضوع دیگه تکمیل هستن و نیاز به تفسیریش نیستن، همی که ایزای بینده فهمیدن که موضوع عفو بخشی سبقی دینی داره، انشاءالله باید به این اکتفا بکنن. و ما هم من حیث امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما لازم هست که ممثلین خوبش و مسلمان های متحد با خدا باشیم و فهم صحیح از دین و از ارزش ها و اصول دین هم داشته باشیم. قصص های بسیار زیاد هستند، شما احادیث بسیار زیاد را برای عیزای بینده تقدیم کردین، ولیکن جناب استاد ما درست از قبول داریم که باید عفو داشته باشیم، بخشش داشته باشیم، ولیکن اگر بیایم زندگی روزمره خودمان را ببینیم و یک نگاه برای از او داشته باشیم، مثلا اگر یک کسی بیای از 6 صبح الا 9 صبح در شهر دست فروشی بکنه و در کراچی استاد باشه، تمام روز سر و صدا را هم بشنوه، طبیعتا بالای اعصاب از او فشار میاد و شیطان هم در اینجا دخالت های مستقیم خود باز می داشته باشه و او انسان را میتونه که خشمش بالاتر بکنه، میشه که او آدم باز پهلوان شده نتانه، که حدیث هم هست در زمینه. جناب استاد، چگونه میتونیم که امی مسئله عفو و بخشش را برای خود به حیث یک فرهنگ بگردانیم با در نظر داشت شرایط کنونی؟ پیشنهاد شما و راهکار اسلام در زمینه چه شده میتونه؟ بله، بسیار عالی. زمانی که ایمان انسان قوی شود، یکی از آثار ایمان امی میشه که فوراً الله جل جلاله در ذهن انسان میاد. درست. هر وقت بخوایی که گناه بکنی، فوراً الله در ذهنت میاد، آخرت میاد، حساب میاد و گناه را چی میکنی؟ ترک میکنی. در رابطه با خشم گفتین اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم مثل ما و شما وارد کار میکردن. زندگی که در زمان پیغمبر بود با زندگی که امروز ما و شما داریم متفاوتر بود. او وقت فقر و بیچارگی بیشتر بود، اما گذشت از اونا بالا بود. شما ببینید که وقتی ما تاریخ مکه را میخوانیم، یعنی اما خشم اعراب قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اعراب بسیار خشن بودن، بسیار خشن بودن، دخترانشان زنده به گور میکردن، از ترس گرسنگی فرزندانشان را میکشتن، قبایل یا افرادی که ضعیف بود اونا زیر پا میشدن، اما با آمدن اسلام همه اونا کسانی شدند که امروز هر کدام صحابی را ما شما یاد میکنیم قلبا میگیم رضی الله تعالی عنه. هر کدام از اونا قسمی که پیامبر میگه اصحابی که نجوم، صحابی ما مثل ستاره ها هستند، به هر کدامشان شما اقتدا بکنین راه را پیدا میکنین. اونا که نرم شدند توسط قرآن، نرم شدند توسط رفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم، شدن نرم شدن توسط اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم نرم شدن. پس ما من حیث یک مسلمان ایره باید فهمیم که الله ما عفو دوست داره و همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد، همیشه اللهم انک عفو، ای الله تو بخشنده هستی، تو حب العفو، تو دوست داری عفو، ما را ببخش. یه میشه دعای پیغمبر بود. پس هرگاه بالای ما شما فشار میه، فشار اقتصادی میه، فشار روحی میه، فورا ما شما به خاطر الله خود امو خشم خود باید چی کنیم؟
فرو ببریم. وقتی الله ما همیشه در ذهن ما بوده باشه، وقتی آخرت ما در ذهن ما بوده باشه، ما میتونیم خشم خدا چی کنیم؟ فرو بریم. مثل داستان حضرت عمر گفتم که اونمو آیه بود که حضرت عمر خشمش چی کرد؟ بله دقیقا جناب استاد، یعنی راه رسیدن به قرب الهی، تعقیب کردن راه قرآن از منجی به شریعت، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین و اتباع تابعین شد، یک مثلا. و موضوع دوم هم ای که جناب استاد، اگر بخوایم که به الله متعال قرب داشته باشیم و برای از نزد از او جایگاه خاص خود را پیدا بکنیم، نیاز هست برای ما هم چون ما بندگانش هستیم، از روح الله ذوالجلال و الاکرام در وجود ما دمیده شده است، پس ما هم باید عفو بخشش داشته باشیم. به خاطر از اینکه اگر یک کسی را ما مورد عفو قرار بدیم، پس باید به این مطمئن باشیم که الله ذوالجلال و الاکرام میره بی پاداش نمیمونه. الله ما با عظمت که داره، که خالق هستی هست، همه موجودات را الله پیدا کرده، اینا را رزق میده، او الله عفو هست. یکی از نام های الله عفو هست. ببینین که الله ما چقدر به ما فرصت ها میده. وقت هر انسان خود وزن بکنه، گناه های خود را پیدا میکنه. ما با بوجی های از گناه، اما الله ما را میبخشه. شما ببینین که رسول ما صلی الله علیه و سلم اعلان میکنه، پیامبر خدا اعلان میکنه. چگونه اعلان میکنه؟ میفرماید که اگر از یک بنده گناهش به پوری آسمان ها و زمین بوده باشه، اما به سوی الله توبه نسو بکنه، الله او را میبخشه. خود بخشندگی الله، عفو الله هست. الله از انسان چی میشه؟ میگذرم. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. انسانی که به الله رجوع میکنه، گناه کرده به الله رجوع میکنه، گویا او گناه نکرده، این عفو الله هست، این بخشش الله هست. اعلان که الله میکنه در قرآن، میفرمه که یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بنده های ما، کسانی که شما اسراف در گناه کردین، شما ناامید از رحمت من نشین. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله همه گناه را میبخشه، کلش بخشش الله هست. الله ما که با عظمتش بنده را میبخشه، عفو میکنه گناهایش را. ما بنده ها در مقابل کسایی که در اجتماع با ما خصومت کردن، که در کشور عزیز ما، ما شما اکثرا دشمنی های اقوام را میبینیم که در بسا جاها با بسیار گپ های عادی، حتی با رفتن یک مرغ از یک زمین به زمین دیگر انسان ها کشته شده. این مثال هست که ما شما شنیدیم و دیده باشیم. یا در جامعه خود میبینیم با گپ بسیار عادی نفر کشته و از بین برده، در حالی که الله ما با عظمتش در مقابل گناه های ما را میبخشه. ما همه ما باید عفو داشته باشیم. الله در قرآن در رابطه به حکم قصاص میگه، شما ببینید قصاص چقدر سخت است. یک نفر میه برادر تا میکشه، الله میگه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. بر شما در قصاص خود زندگی هست، اما اگر شما عفو بکنین، گذشت بکنین، الله با شما را اجر بیشتر میده. حتی در مورد قصاص که کس برادرت کشته و به دست تو شمشیر است و میخواهی که حکم الله را جاری بکنی، در اون حالت تو به خاطر الله او را میبخشی، الله تو را میبخشی. دقیقاً بله. جناب استاد، در بزرگی و عظمت ذوالجلال و الاکرام هیچ شک و تردید مسلمان ها نداره. و الله متعال هم بارها بر انسان فرصت میتن. حسه شوم شب یک فرصت بزرگ هست، پنج وقت نماز فرصت هست، مثلا نماز جمعه که کفاره گناهان یک هفته ما میشه، اگر بم تو شب قدر بر تلاوت قرآن عظیم شان و فرصت های بیشمار دیگه که الله ذوالجلال و الاکرام به خاطر بخشش و رجوع مجدد و توبه نصوح به بنده میته، این بسیار زیاد هستند. ولیکن مسئله شیطان را هم نباید فراموش بکنیم. شیطان دشمن آشکارای همه مسلمان ها هستند و او مامور هست که تا قاف قیامت و انسان ها را به بیراهه بکشانه. چگونه بتوانیم که همین خشم خود را کنترل بکنیم و بتوانیم در هنگامی که خدای نخواسته با کسی مشاجره لفظی داشته باشیم و هم فیزیکی داشته باشیم، بتوانیم که خشم خود را کنترل بکنیم و بر شیطان غالب شویم و الله را مد نظر داشته باشیم؟ بسیار زیبا. نقش شیطان در خشم انسان. شیطان زمانی که از رحمت الله دور شد، قسم خورد. چگونه قسم خورد؟ گفت که والا اضلنهم، ای الله من ای بنده ها را گمراه میکنم، والا امنینهم، اینا را در آرزوهایشان فرو میبرم.
شیطان از اون لحظه ای که از رحمت الله دور شده قسم یاد کرده تا به اکنون که ما تو هستیم کوشش میکنه، سعی میکنه که ما شما را از رحمت الله چی بکنه؟ دور بکنه. اما الله ما یک استثناء را ذکر میکنه که الا عبادک منهم المخلصین، بنده های مخلص الله را نمیتونه شیطان چی کنه؟ فریب بده. شیطان جن هست و الله توانمندی را برش داده که در رگ رگ وجود انسان چی میشه؟ در مجرای دم انسان در حرکت است و خصوصا حملات شیطان بالای انسان زمان میشه که انسان خود به الله وصل میکنه. شیطان مثل دوزه هست که در جای را پیدا میکنه که پول باشه، یعنی با کس کار داره که رابطهش به الله چی میشه؟ وصل میشه، کوشش میکنه که رابطه را چی بکنه؟ قطع بکنه. اما با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، با خواندن لا حول ولا قوت الا بالله، با ای که ما وقت خشم بالای ما میه فورا جای خود را تغییر بدیم، وضو بگیریم، یک دو رکات نماز بخوانیم، چون عامل همه بدبختی ها در جامعه خشم است. یک نفر که قهر میشه زنش را طلاق میده، ببینید زنی که اولاد داره با چقدر مشکل ازدواج کرده و میخواد که زندگیش را با او ادامه بده دائم، اما با خشم از زبانش الفاظ طلاق بیرون میشه و بالاخره زندگی با هم چی میشه؟ بر هم. اینجا شیطان کار میکنه. با خشم ما دیدیم که اولاد خود را کسی کشته، خانم خود را کشته، حتی کسی را قصه کردن گفت که یک پسر آمد به خانه، پدر و پسر با هم درگیر شدن، پسر که پدر از زد سرش در دیوار خود، پدر جای بجای شد. خشم باعث حتی قتل چی شد؟ پدر شد. حابیل و قابیل ببینیم داستانش که در قرآن ما ببینیم، همه کارهای شیطان است. اما ما میتونیم با شیطان مبارزه بکنیم. چیگونه؟ با ای که ما شما زمانی که شیطان بالای ما میه و احساس هم میکنیم که حال قهر شدیم یا غضب شدیم، روشی که رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما گفته و روش باید عملی بکنیم. لا حول ولا قوت الا بالله بگوییم، مکان خود را ترک بدیم، امکانات داریم موضوع بگیریم، نماز بخوانیم. خشم ما چه میشه؟ دقیقاً جناب استاد، وقت ما کاملا به اتمام رسیده است. اگر پیام کوتاه دارین مهربانی، و اگر باز پیام ندارین بین کوتاه در حد دو سه جمله اشاره برای توبه نصوح داشته باشیم، به خاطر از اینکه بحث کردیم روی از این مسئله و اونایی که خشم داشتن باید توبه بکنن و اینکه چگونه توبه نصوح نصیب شان شوه و مو خناس مانع تاخیر انداختن توبهش باشه و توبه بکنیم. از این مسئله کوتاه اشاره بکنین و یک جمله اگر در رابطه با اخلاقیات پیامبر هم بگوین. بسیار عالی. خب عفو و بخشش باید به سطح بزرگا باشه. همه ما شما باید گذشت بکنیم به هر سطحی که بوده باشیم. کسایی که در حق ما ظلم کردن او را بگذاریم به الله، الله گناه های ما را چی میکنه؟ بخشش میکنه. پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم میفرماید که وقتی که یک مسلمان بیشتر از 3 روز با مسلمان دیگر صحبت نکنه، یعنی رابطهش را قطع بکنه، قطع صله رحمی بکنه، الله متعال او بنده را نمیبخشه، حتی عبادتش هم معلق میمانه. پس همه ما باید از قلب خود کینه کدورت را در مقابل مسلمان ها چی کنیم؟ بیرون بکنیم. درست. و بس دیگه که شما مطرح کردین در رابطه با توبه نسو گفتین، الله ما در قرآن ما را فرا میخونه که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای اهل ایمان شما توبه نسو بکنین. توبه نسو را علما معنا میکنن که برگشت انسان به گناه نباشه. یک تعهد با الله بکنی که ای الله مرا توفیق بده که من دوباره گناه نکنم. و بحث اخلاق یک بحث کلی در اسلام عزیز است که یک بخش مهم اسلام تشکیل میده. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمان را تعریف میکنه، میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مسلمان او کس است که اخلاق نیکو داره، او کسی که نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، جهاد بکنه، اما اخلاق خوب نداشته باشه، در پیشگاه الله اجر نداره. سبحان الله. و صدقه هم هست جناب استاد؟ مهم است. بله بله بله. تبسم مسلمان در مقابل مسلمان صدقه است. هر کار مؤمن خیر هست. ممنونتان، قربانتان جناب استاد محترم دکتر سیب تمیم مدثر استاد پوانتون. ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.